عطرسازی که با استفاده از بدن زنان زیبای شهر عطرهای فوق‌العاده‌ای می‌ساخت. امروز با هم می‌خوایم داستان فوق‌العاده زیبای عطرسازی رو ببینیم که با استفاده از زیباترین زنان شهر عطرهای فوق‌العاده‌ای می‌ساخت. داستان با جان شروع میشه که تو زندانه و قراری که اعدام بشه. نگهبانان اونو به سکویی که وسط شهر قرار داره برای اعدام می‌برن. اونجا تمام مردم شهر جمع شدن و منتظر اعدام جان هستن. داستان به زمان کودکی جان میره، زمانی که مادرش اونو داخل زباله ها به دنیا آورده و همونجا ولش کرده تا بمیره. مادرش بیخبر از اینکه کودکش یه توانایی خاص داره اونو داخل زباله ها میذاره. موقعی که مردم قضیه رو میفهمن، مادر جان رو اعدام میکنن و جان رو به یتیم خونه میفرستن. اونجاست که جان به قدرت خودش پی میبره و شروع به بو کردن همه چیز میکنه. حس بویایی جان اینقدر خاص بود که میتونست گناه آدم ها رو هم تشخیص بده. جان تو 13 سالگی به یه تاجر چرم فروخته میشه تا برای اون کار کنه. تمام کودکی جان با بردگی برای اربابش میگذره تا اینکه یه روز جان همراه تاجر برای فروش چرم به شهر میره. جان از اینکه بالاخره میتونه دنیا و آدماش رو ببینه و بوهای جدید رو تجربه کنه بی‌نهایت خوشحاله. جان که مشغول بو کردن چیزهای جدیده، ناگهان یه بوی خاص رو احساس میکنه. بوی بدن یه زن. جان اونو تعقیب میکنه و وقتی که به یه دختر زیبا میرسه دستشو میگیره و شروع به بو کردن اون میکنه. دختره میترسه و فرار میکنه. با این وجود جان دنبالش میره و بازم اونو میبویه. دختر فریاد میزنه اما جان دهنشو با دستاش میگیره و ناخواسته باعث خفه شدن اون میشه. وقتی که دختره میمیره جان با حرص شروع به بو کردن بدنش میکنه. مثل اینکه جان از بوی بدن اون سیر نمیشه. صاحب جان اونو پیدا میکنه و اونو کتک میزنه و تهدیدش میکنه که اگه یه بار دیگه فرار کنه اونو میکشه. جان تصمیم میگیره که از دست اربابش فرار کنه تا بتونه بوهایی که اونو مست میکنن رو پیدا کنه. جان وارد خونه یه عطرساز مشهور میشه و با درست کردن یه عطر خاص بالدینی عطرساز مشهور رو مجذوب خودش میکنه و اونو قانع میکنه که در ازای پول زیادی اونو از اربابش بخره. جان کنار بالدینی تمام مهارت‌های ساختن عطر رو یاد میگیره و بالدینی بهش روش استفاده از دستگاه‌های پیشرفته رو هم یاد میده. دستگاه‌هایی که فقط برای ساختن عطرها و بوهای جدید استفاده میشن. جان تصمیم میگیره که یه گربه رو بکشه و از اون یه عطر بسازه، اما بالدینی بهش میگه که ساختن عطر از انسان و موجودات غیر ممکنه. این حرف بالدینی باعث میشه که جان مریض بشه و حتی دکترها بهش بگن که اون میمیره. جان موقعی که داخل رخت خوابه از بالدینی میپرسه که روش دیگه ای وجود داره یا نه. بالدینی هم میگه باید به شهری که اونجا عطرها رو میسازن بری. جان به اون شهر میره و اونجا دستگاه‌های بزرگی رو میبینه که داخل اونا گلا رو میپزن و با استفاده از چربی حیوانات عطر اونا رو درست میکنن. جان شروع میکنه و زنان زیبا و بدکاره شهر رو میکشه و با استفاده از چربی بدن و موهای اونا عطرهای خاصی درست میکنه. جان به یه مهمونی میره و اونجا دوتا خواهر دوقلو رو میدزده و اونا رو میکشه و عطر بدن اونا رو برای ساختن عطر خاص خودش میگیره. حالا جان فقط به موی قرمز برای ساختن آخرین بخش از عطر خودش نیاز داره. اما مردم که متوجه جسد زنان داخل شهر شدن تصمیم میگیرن که قاتل مخوف رو پیدا کنن. لورا دختر مو قرمزی که از یه خانواده مرفهه، پدرش که به خاطر قاتل مخوف نگران اونه، اونو با خودش به یه هتل به خارج از شهر میبره تا از اون محافظت کنه. اما جان هتل رو پیدا میکنه و با بو کردن اتاق لورا اونو پیدا میکنه. جان مخفیانه وارد اتاق لورا میشه. همون لحظه که میخواد اونو بکشه لورا برمیگرده و جان صورت اونو میبینه و منصرف میشه و فقط نگاش میکنه. لورا هم بیدار میشه و موقعی که جان رو میبینه فقط به اون نگاه میکنه. صبح روز بعد وقتی پدر لورا وارد اتاق دخترش میشه، دخترش رو میبینه که کشته شده و موهاش رو تراشیدن. پدر لورا فریاد میزنه و به مامورا دستور میده که هرچه زودتر جان رو پیدا کنن. جان موفق میشه که با استفاده از موهای لورا آخرین بخش عطر خاص خودش رو بسازه. اما پدر لورا اونو دستگیر میکنه و به زندان میبره. وقتی ازش دلیل این که چرا دخترشو کشته میپرسه، جان بهش میگه که فقط بهش نیاز داشتم.
همه برای اعدام جان جمع شدن که جان موفق میشه فرار کنه و با یه لباس اشرافزاده بره داخل جمعیت. موقعی که جان عطر خودشو پخش میکنه همه مست بوی اون میشن. طوری که کشیش میگه این مرد یه فرشته است و پدر لورا پیش اون زانو میزنه و ازش معذرت خواهی میکنه. جان فرار میکنه و به محل تولدش برمیگرده. اما چون از کارش و کشتن اون زنان پشیمونه تصمیم میگیره که همه چیز رو تموم کنه. جان شیشه عطر رو روی خودش خالی میکنه و همین باعث میشه مردم به اون حمله ور بشن و به خاطر بوش اون رو تیکه تیکه کنن. خب عزیزان، فیلم تموم شد. خوشحال میشم نظرات قشنگتون رو راجع به این فیلم فوق‌العاده زیبا برامون بنویسید. یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنید و حتما ویدیو رو لایک و اونو منتشر کنید. مثل همیشه اینجا هستیم که انسانیت رو به همه نشون بدیم. تا ویدیوی بعدی دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید. The Apocalypse.